خب ما یک تاریخ ایران رو بخوام بگیم، ریچارد فرای که ایران شناس بسیار معروفی بود که همین چند وقت پیش درگذشت، به درستی معتقد بود و این حرف رو میزد، میگفت در قاره آسیا فقط دو تمدن اصلی وجود داره، یکی تمدن چین، یکی تمدن ایران و میگفت ایرانی. میگفت تمدن های دیگه، یعنی حتی تمدن هندوستان یا آسیای مرکزی غیر اینها از تمدن ایرانی در واقع سرچشمه گرفتن. اونورم که در چین بوده، مثلا فرض کن ژاپن و ویتنام و کره و غیره، اونها از تمدن چین سرچشمه گرفتن. خب ایرانی ها مطابق اونجا که مثلا در اوستا اومده، میگن که کتاب دینی زرتشتیان که فقط هم کتاب دینی نیست، در واقع یه بخشش هم تاریخچه ایرانیه، تاریخ ایرانی که مدون نیستش ولی خیلی با ارزشه، میگه ایرانی ها از یک سرزمینی اومدن به نام ایرویج، یا بعدن به صورت ایران ویج یا ایران ویژه در اومدی. میگن ایرانی ها از اونجا اومدن به علت اینکه سرد شد، شرایط زندگی نامساعد شد، ایرانی ها مجبور شدن از اونجا چیه مهاجرت بکنن. حالا این ایران ویژ کجا بوده دقیقا نمیدونن. بعضیا میگن اینها توی آسیای مرکزی بوده، یعنی در واقع به طرف اون قسمتی که ترکمنستان میره و شمال شرقی ایران اون طرفا. بعضیا میگن نه، این قسمت مثلا قفقاز بوده، اون جایی که الان آذربایجان هستش و بالاتر از اون بریم به طرف گرجستان و حاشیه دریای خزر. در قطر حاشیه دریای خزر، شکی درش نیست. منتهی یا غرب خزر یا شرق خزر. بعضی ها میگن که اینها مهاجرتشون که صورت گرفته 10,000 سال، چون طول کشیده این مهاجرت، این 10,000 سالی که طول کشیده، اومدن و بعد اقوام رفتن، دوباره برگشتن، دوباره اومدن. و این به همین دلیل شما مثلا وقتی نگاه میکنین در اسطوره ها رو که ما نگاه میکنیم، و اسطوره وقتی میگیم به طور خود کلمه اسطوره، ریشه کلمش از استوری یا هیستوریه، به تازگی وارد زبان فارسی شده اسطوره، شاید 80 سال یا 90 سال، و این تغییر همون کلمه استوری یا هیستوریه، یعنی داستانی که دروغ نیست، با افسانه فرق داره، یک واقعیتی درش هست اما به این واقعیت یک شاخ و برگ‌های اضافه شده، بنابراین باید اون شکافت. مثلا دیگه از چیزایی که خیلی مهمه در شاهنامه ما نگاه میکنیم که باید سند بسیار با ارزشیه و حالا خیلی کار داره تا روش کار بشه، داستان فریدون رو صحبت میکنه. وقتی داستان فریدون رو صحبت میکنه، فریدون کسی است که اومد بر ضحاک پیروز شد. حالا ضحاک یک مقدار جنبه اسطوره‌ای داره که در اوستا مثلا به صورت اژدهای سر اومده، اسم خود ضحاک اژدهاک هم خود کلمش با همون ریشه اژدهاست. بعد یه جنبه تاریخی هم داره. چرا؟ برای اینکه اومده میگه ضحاک تازی، و چون در اون موقع تازیان به اون صورت نبودن، خیلی ها میگن که این ضحاک احتمالاً شاید نماد، از نظر تاریخی نماد اقوام آشوری بوده، سامی بوده، یعنی اون کسانی که در واقع مادها باشون جنگیدن و پیروز شدن، که همون قسمت مثلا عراق فعلی میشه، عراق فعلی، عراق فعلی، یعنی بابلی ها، بابلی ها و آسوری ها، بله، به سمت مثلا غرب، به سمت غرب ایران، بله، عراق، عراق فعلی، عراق و سوریه در واقع که بخوایم بگیم. برای که وقتی که اینها اومدن، بابلی ها از نظر تمدن از ایرانی ها پیشرفته تر بودن، برای که ایرانی ها زندگی ایلی داشتن، کشاورزی داشتن، زندگی شهرنشینی نداشتن. بابلی ها سالها بود که اونها در واقع به مرحله تمدن رسیده بودن، آشوری ها و بابلی ها. اما چیزی که وجود داشت این بود که اونها مردمان بسیار خشنی بودن، و در تاریخشون مثلا فرض کنید که پادشاهان بزرگشون که آشوربانیپال باشه، که خیلی واقعیت بوده و شخصیتی بوده، این میگفته افتخارش این بوده که میگفته من جایی که میرفتم چنان به قول معروف مردم رو میکشتم که حتی به گربه ها و سگ ها رحم نمیکردم، و بعد زمین رو میدادم، انقدر مثلا اگر نمک بوده یا چیز بوده یا خاک بد بوده بریزن، به طوری که تا سالها حتی مردم نتونن کشاورزی کنن، و یا اون کسانی رو که میگرفتن و نمیکشتن، مردانشون رو شست دستشون رو دست راستشون رو قطع میکردن که اینها شمشیر نتونن دیگه دست بگیرن، چون شما شست نداشته باشی دیگه نمیتونی قبضه شمشیر رو به دست بگیری. خب مادها، در واقع ما میدونیم که مادها و پارسا و پارتا همشون اقوام ایرانی هستن، در واقع
اومده بودن دنبال چراگاه ها میگشتن و به همین دلیل خیلی هم به هم نزدیکن، تلفظشون به هم نزدیکه، زبانشون به هم نزدیکه. حالا مادها رو بعضی ها میگن که همون کردها هستن، بعضی ها میگن نه مادها که اقوام ایرانی هستن که از آذربایجان به اصطلاح بودن تا غرب یعنی بیان، و کردها هم به حال اقوام ایرانی هستن بلکه زبانشون زبان ایرانی. بعد قبل از اینکه هخامنشیان یعنی قبل از اینکه کوروش در واقع امپراتوری رو پایگذاری بکنه، مات ها اومدن که چهار تا پادشاه ماد ما داشتیم. چهار تا پادشاه ماد، اولیش کسی بوده که به نام دیاکو یا دیاکو بوده، این مردم رو جمع میکنه در شهر همدان که در تاریخ به نام حکمتانه یا بعدن به اسم اکباتان اسمش اومده، اما قدیمی ترین اسمش واقعا همین همدانیه که الان هست، ولی که اولین بار در تاریخ مثلا که در پادشاه نبونید که پادشاه بابل بوده، اسم این شهر رو به اسم امدانه اسم میبره. امدانه که میگه اون کلمه امه یا همش از همه است. دلیلش اینه که دیاکو همه مردم رو تو شهر همدان جمع میکنه، گرده همایی بزرگی میذاره خیلی زیاد. اونجا بودی که در واقع میگه آقا ما باید یک کشور به وجود بیاریم، ما باید یک مردمی بشیم، ملت بشیم. تشکیل ملت رو در واقع در همدان شروع میشه و پایتختش هم در اونجا بوده. و چهار تا پادشاه بوده، اگه اشتباه نکنم اول دیاکو بوده، بعد از دیاکو هوخشتره بوده یا هوخشتره سومیش بوده، بعد آخریش که پادشاه خوبی نبوده اجیدها که آسیاگس بوده، این وسط هم یکی بوده که فراورتیش. خب ترتیبش اگر درست بخوام بگم به این صورته: دیاکو، فراورتیش، هوخشتره، اجیدهاک. این پادشاه‌ها بزرگترین پادشاهشون هوخشتره بوده. خب این تلفظ‌های قدیمیه. فراورتیش همون اسمیست که بعداً در زمان گذشته زمان تبدیل میشه به فراورتیس. فراورت امروز ما بهش میگیم فرهاد، همون اسمه. یا هوخشتره، هو به معنی خوبه و خشتره به معنی شهر یا شهریاریه، برابر این کلمه، خود معنی کلمه هوخشتره یعنی پادشاهی خوب. هوخشتره از تمام پادشاهان ماد زیرکتر بوده، این با پادشاهان آشور و بابل میجنگیده، چندین بار میجنگه و پیروز نمیشه. میدونسته که نمیتونه، برای که نه نفراتشون اونقدر بوده و نه از نظر اسلحه و اینا اونقدر غلبه داشتن. ولی یه کاری میکنه، که خب حالا بستگی داره شما چجور نگاه کنین، امروز فریب جنگی بگیم یا حالت دیگه باشه، قرار نتیجتا تسلیم میشه و قرارداد صلح با اونا میبنده، باجشون رو میده، خراجشون رو میده، همه کار میکنه و بعد میگه خب حالا که اینو بستیم، قرارداد رو بستیم، مهمانی دعوت میکنه، مهمانی دعوت میکنن اینا رو، پادشاه و همه دیگران رو، و به اینها میگن، خبر میدن، چون ایرانی ها میدونن که تان اولین قومی بودن که شراب رو درست کردن، شراب خوب 7000 سال پیش توی ایران درست کرده بودن همونجا، و میگن که میسپره به اینها که اینها رو با اینها بشینین، یه دشون هم مست کنن از ایرانی ها، ولی اونها رو خیلی مست کنین. اینا خیلی عیاش بودن، اون آشوری ها و بابلی ها، نتیجتاً اونها رو مست میکنن، مست که به اون صورت که بودن. بعد اون تعداد از سرداران سربازان خودشون که آماده بودن و در واقع مست نبودن و هیچی نخورده بودن، اینا میان و تمام پادشاه و تمام سرداران و تمام کسانی که به اون صورت بودن و مست بودن و نمیتونستن کار کنن، همه رو از دم تیغ میگذرونن، همه رو میکشن. در نتیجه به این طریق میشه که هوخشتره اون کشور رو چیکار میکنه؟ فتح میکنه، یعنی نمیتونه در جنگ پیروز بشه، از فریب جنگی استفاده میکنه. که خب حالا ممکن بگیم از نظر اخلاقی درست نیست، ولی تو جنگ چیش درسته، مسئله پیروزیشه. اونجا بودی که اینها مسلط میشن. بعد اجیدهاک میاد که آستیاگس هم بهش میگن، آخرین پادشاه ماد بوده، مرد خوبی نبوده، خیلی ازش بدی نوشتن هم یونانی ها هم دیگران، پادشاه ستمگری بوده. بعد از اون بوده که کوروش میاد. در مورد کوروش دو تا داستان هست، یکی داستانی که مردم خیلی دوست دارن و تو صورت قصه نوشته شده، یکی همون که واقعیت تاریخیه.
اونی که تو هرودوت هم نوشته و دیگران هم نوشته اینه که میگه که آژیده ها که آخرین پادشاه بوده دختری داشته به اسم ماندارا، شب خواب میبینه و در خواب میبینه که از شکم دخترش ماندارا یه درخت تاک بیرون میاد. این درخت تاک بزرگ میشه، برگ های اون همه آسیا و اروپا رو میگیره، روی سر خودش هم میفته، از خواب بلند میشه و پریشان میشه، دوباره میخوابه و این دفعه خواب میبینه که از شکم ماندارا یک آبی بیرون میاد. این آب هی زیاد میشه، سیل میشه، خودش هم تو اون سیل داره خفه میشه، از خواب بیرون میشه، بیدار میشه. و چون دو تا خواب به هم شبیه بودن و مربوط به ماندارا بوده که دخترش بوده، خواب گزارا رو میخواد، خوابش رو میگه، میگن خوابش رو گزارش کنن، یعنی تعبیر کنن. خواب گزارا با هم یه مشورتی میکنن، بعد میگن اعلیحضرت ها، پادشاه ها، ما این رو به شما میگیم، ولی قبل از این که بگید شما باید به ما امان بدید، چون پادشاهان قدیم یه وقتی خبر خوششون نمیده عصبانی میشدن یا رو میکشتن، اما اگه امان میدادن مجبور بودن به قولشون عمل بکنن. به خوابگزارا چیز میکنن، امان میدن، و بعد از این که امان میدن اینها میگن قربان، دختر شما پسری خواهد زایید که این پسر تمام پادشاهی آسیا و اروپا رو میگیره، حتی پادشاهی را از شما هم خواهد گرفت. چون اون ماندارا هنوز به سن ازدواج نرسیده بوده، این میدونست که یه چیزی بوده مربوط به آینده، بنابراین میخواسته اینو به یک کسی شوهر بده که کاملا مطیع باشه. وقتی به سن ازدواج میرسه اینو به مردی به نام کمبوجیه میده که کمبوجیه پادشاه محلی فارس بوده، چون خودش مقرش در همدان بوده آژیده خاک، و مرد بسیار مطیع بوده، بنابراین اینو به اون ازدواج میکنن و جاسوسانی میفرسته که اگر حامله شد دخترم به من خبر بدین، و وقتی حامله میشه خبر بدین، میگه دختر رو بفرستین که جای خود در خانه من ازش نگهداری و پرستاری بکنه، و این کارو میکنه، میفرستن اونجا. وقتی ماندارا میاد اونجا به قابله ها و به کسانی که ماما بودن اینا میسپره که بچه که به دنیا اومدش، بچه رو بگیرید و به دخترم هم بگید بچه مرده به دنیا آمدش، یا اگه به دنیا آمد چند دقیقه بعد مرد. و بعد پسری به دنیا میاره، پسری رو که به دنیا میاره اینا همین کاره میکنن، به ماندارا میگن بچه چند دقیقه بعد مرد است. بعد از اون میاد میارن پلو پادشاه، پادشاه رو که رای گنداقی پارچه پیچیده شده بوده، وزیری داشته به نام هارپاک، اینا تو تاریخ نوشته شده اما ممکنه واقعیت نداشته باشه، شاید هم داشته باشه. بعد به هارپاک میگه که اینو برو به بچه رو بکش. هارپاک که خب مرد خودش محترمی بود و چیز اینها، نمیتونسته که بچه نوزاد خودش بکشه، اینو میبره اونجا، و اون موقع هنوز زندگی به هر زندگی عشایری و ایلی بوده، چوپانی داشته، رئیس چوپانای خودشو میخواد، میگه این بچه رو بگیر بکش و قنداقشو که خونش آغشته شد برای من بیارش. اینو میگیره و میبره، میبره اونجا. وقتی که میبره خونه، زنش اتفاقا از قضای روزگار همون روز زاییده بوده و بچهش مرده به دنیا آمده بوده، هنوز مهر مادری در دلش بود. میگه این کارو بکنیم، میگه این بچه بیگناه چه کاری کرده، ما خبر نداریم که چی بوده، اینو خدا برای ما فرستاده، بچه‌مون که مرده، بیا اینو ما بزرگش کنیم. میگه خب من چی کار کنم، به اون چی جواب بدم؟ میگه خب مهم نیستش، یه پرنده‌ای رو بکش، خونش رو آغشته کن به این، بره بگو که من بچه رو در واقع این کار رو کردم. تو تاریخ اسم اون مرد رو نمیدونیم، ولی توی مورخان یونانی اسم مادره رو به نام سپاکو نوشتن، یا سپاکو که خود کلمه اسمش به معنی سگه، سگ ماده است، اسم حیوانات رو میذاشتن روی آدم ها. اینو میاد بیده به هارپاکو، هارپاک هم پارچه رو میره نشون میده به پدر و به آژیده ها، که تمام میشه مسئله، میگذره و 12 سال 13 سال از این موضوع میگذره و هیچ مشکلی هم پیش نمیادش. یک روز در اکباتان که بوده، جایی بوده که بچه ها بازی میکردن، یه جایی بوده که همه میمدن، و ضمن بازی هایی که میکردن کوروش هم، پسر هم اسمش میدارن کوروش، و اون همراه بچه های دیگه میمد و با بزرگان هم میمدن. بعد بازی که میکردن میگن که یک پادشاه انتخاب کنیم، بچه ها که همه کوروش رو دوست داشتن میگن اونو به پادشاهی انتخاب میکنیم. بعد وقتی به پادشاهی انتخاب میکنیم، پسر یکی از وزرای پادشاه
میگه نه من یه بچه چوپونو به پادشاهی قبول نمی کنم، من اصلا قبول ندارم اینو. بعد کوروش بچه ها میپرسه میگه بعد چی کارش کنیم؟ میگن تو پادشاهی، تو تصمیم بگیر. میگه خب تو چرا منو به پادشاهی قبول نداری؟ میگه برای اینکه بچه چوپان هستی. میگه ولی من همه انتخاب کردم به پادشاهی. میگه خب حالا که اینطور نیست مثلا تنبیهش کنید، دو تا چوب بهش بزنید، دو تا چوب به پسره میزنه. بعد پسره میره برای پدرش گریه میکنه، شکایت میکنه که آره یه بچه چوبونی که انتخاب کردن تو بازی به من دستور داده که منو مثلا بزنه. و بعد این پدرش میره پلوی پادشاه شکایت، میگه قربان ببینید که یه بچه چوپون بچه من زده که به این صورت بوده، شکایت میکنه. آجیده ها که آستیاگس بچه رو میگه بیارین، بچه رو بیارین. بچه رو میاد میبینه، بچه رو میبینه، چهرهش و اینا رو میبینه، با یک بچه چوپانه ولی چهره درخشانی داره. شاید هم یک شباهت هایی رو میبینه با ماندانا یک کسی که بوده اینا. بعد میگه که تو چرا اینو زدی؟ میگه که قربان ما بازی میکردیم، من به پادشاهی انتخاب کردن، بعد این فرمان من اطاعت نکرد، ما هم در بازی بودیم، گفتم که اونو بزنن. شما هم که پادشاه هستین اگه افرادتون ازتون اطاعت نکنن اونا رو تنبیه میکنید. این تعجب میکنه که بچه چوپونی چقدر شجاعانه و گستاخانه حرف میزنه. میگه خیلی خوب بریم، میفرستنشون. و بعد از این مسئله که بوده هارپاک رو میخواد و بعد توتوی قضیه رو در میاره و میفهمه که از منابع دیگه میفهمه که هارپاک در واقع بچه رو نکشته، رفته اونو داده به اون و اون بزرگش کرده و این در واقع همون نوه خودش. و چون خیلی آدم کینه جویی بوده، یه پسری داشته هارپاک که وزیرش بوده، همسن کوروش بوده، اون رو میگه بگیرن، و بکشنش و بعد ازش غذا درست کنه از گوشتش. بعد مهمانی دعوت میکنه، هارپاک رو میاره و غذا میخوره، همون بچهشو بهش میده که بخوره، گوشت بچهشو ها میخوره. و بعد میگه غذا چطور بود؟ فلان بود. میگه خیلی خوب بودش، عالی بودش. میگه خب حالا که پس چیز کردی، حالا کلو پاچش هم بخور. ظرفی گذاشته بودن اون وسط که روشو پوشونده بودن. بعد در ظرفا که برمیداره سر بچهشو میبینه با دو دستش که اونجا گذاشته. خب خاله هارپاک خیلی بد میشه، داشته بیهوش میشده، خودشو ولی جلوی خودشو میگیره و هیچ واکنشی نشون نمیده، چون میدونسته پادشاه میکشتش. میگه که هر دستوری که پادشاه بگیرن، هر تصمیمی که بگیرن، اون به قول معروف محترمه و هیچ اعتراضی نمی کنه، ولی کینه رو به دلش میگیره. آجیده حاکم حماقت میکنه، کسی که در حقش این کار رو کرده بوده سر کار خودش نگه میداره. هارپاک بعد از اون خبر میده به کوروش و دیگران که بوده که تو جانت در خطره، تو فرارش میده و به هر حال با اون پیکا و اینایی که داشته میفرسته پلو پدر مادر اصلیش و به اونا خبر میده که این فرزند شما هست که نمرده بوده. میره اونجا و بعد وقتی که اون به 18 سالگی یا 19 سالگی میرسه، میگن هارپاک برار تشویقش میکنه که بیا و ما سپاهیان رو به تو ملحق بشیم. و کوروش میاد و سپاهیان آجیده ها که هم ازش که ناراضی بودن بهش ملحق میشن و در واقع پدر بزرگش رو نمیکشه ولی جایی تبعیدش میکنه و بعد پادشاهی رو شروع میکنه. بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره، ممکنه واقعیت نداشته باشه، ولی اون چیزی که قطعیت واقعیت تاریخی داره اینه که کوروش پادشاه قسمتی بوده که الان به نام ایلام هست، از خانواده پادشاهی بوده و در نتیجه پارسوماش هم به اون قسمت میگفتن. دو قسمت بوده، پارس و پارسوماش. حالا خود کلمه ماش رو نمیدونم به چه معنیه در اینجا. یعنی پدرش اوکی. پدرش پادشاه محلی بوده، کمبوجیه، تو فارس، شیراز امروز نزدیک اونجا، استان فارس. حالا شیراز وجود نداشته اون موقع، بله در استان پارس بوده، پارس و لرستان در واقع اون قسمت کلا. بعد اون شروع میکنه آره حمله میکنه، اولین حمله شو که میکنه این بزرگ میکنن آجیده ها رو میگیره و بعد گسترش میده. یکی از چیزایی که داشته این بوده که معروف بوده شخصیت کوروش به این که مردم رو اول تبلیغ میکرده، مردم رو چیز میکردن و انتقام جو نبوده، کینه توز نبوده، به همین ترتیب مردم به طرف جلب میشه. یه خودی که آوازه شهرتش بالا میشه خبرش به بابل میرسه. بابلی ها از پادشاهشون ناراضی بودن،
از پادشاهشون بسیار ناراضی بودن و شنیده بودن که کوروش پادشاه جدیه، بهش پادشاه مهربانیه، بهش خبر میدن که بیشتر هم اتفاقا خیلی جالبه روحانیون دین بهش خبر میدن که ما بیا ما بهت کمک میکنیم و تو برس به ما به تسلیمت میشیم و بهش خبر میدن و میگن که چجوری شهر بابل خیلی محکم بوده، دژ محکمی بوده. میگن بله، ولی یه جایی داره که آب میاد از روی رودخونه و از اون راه شما میتونیم بیاین وارد بشین و در رو باز کنیم. و به این ترتیب یه سری افراد رو میفرسته شبانه، اونها از دجله رد میشن، میرن از زیر اون قسمتی که در واقع بوده وارد میشن، دروازه ها رو باز میکنن و تقریبا بدون شکست خیلی مقاومت خیلی زیادی و فلان به بابل وارد میشه، پیروز میشه. و بعدم اون منشور معروف خودشو می‌نویسه که میگه که من کاری به کارتون ندارم، هر کی زبان خودشو میتونه صحبت کنه، هر کی دین خودشو میتونه صحبت کنه، آزاد هستید. و بعدم اون چیزی که در مورد یهودیان بوده که یهودیان میان به دادخواهی میگن که پادشاه آشور ما را از سرزمینمون آورده و معبدمون را خراب کرده و اون بهشون میگه که شما آزاد هستید، هر کی دلش میخواد اینجا بمونه بمونه، هر کی دلش میخواد به سرزمین اصلیش برگرده برگرده. و بعد دستور میده که هر چیزی که از معبد اینها آورده بودن، از معبد یهودیان، اونها رو بهشون برگردونه. که این یکی از منابعی که ما داریم که خیلی دقیقه توی قسمت عهد عتیق هستش، اگه اشتباه نکنم در کتاب عزرا هست، که اونجا لیست بندی داره، یک لیست بندی مفصل داره که به نظر نمیرسه که این لیست بندی دروغ باشه، ولی که نمیتونه، بلکه تمام اشیایی که آورده بودن، نقره‌ای بوده، فلان بوده، طلا بوده، چیز بوده، حدود مثلا 500 قلم 1000 قلم همه رو لیست کرده که اینا رو توی خزانه پادشاهی آشور بوده و کوروش همه اینا رو برمیگردونه به اینها و یه پولی هم بهشون میده، میگه شما هر کی خواست تو اینجا بمونه، هر کی خواست برگرد. یه ده میمونن، بر نمیگردن، میگن ما اینجا چند نسل هستیم، آرام هم هستیم، راحت هستیم. یه ده بودن برمیگردن و اونجا در واقع معبد دوباره بنا میکنن. برای همینی که اونقدر به نیکی از کوروش یاد میکنه. خب فکر میکنم صحبت اینا بیشتر این بابلیه که اومدن که بیشتر قوم یهود برده آزاد شده بودن بیشتر کجا بودن؟ اینها در اون موقع پایتختی که در واقع هنوز بودش، پایتخت چیز مستقر شده بود در هخامنشیان، اینها بیشتر در شوش بودن. در شوش بودن که منابدی به نام سوزا نوشتن. شوش در واقع بیشتر یهودیان نبی هم اونجا دفن بودن. بله، همون شوش و دسپول اینا که نزدیک به همه که اونجا هستش، شوش بودن. از خیال هم در اونجا هستش که از پیامبرانش هست بوده. آره، در شوش در بوده. در واقع اول اونجا وارد میشن، بعد به سمت حکمت اون وقتی که مثلا پادشاهی هر جا مقر اصلیش میرفته، بعضیشون کوچ میکردن به سمت اومده بودن. بعد دیگه بله، بعد به همه جاهای دیگه ایران با گذشت زمان در واقع پراکنده میشدن دیگه، مسافرت میکردن میرفتن به همه جاهای دیگه، ولی بیشترشون در شوش بوده. و به طوری که البته مهاجرتشون میره اونجا، میرن برمیگردن، ولی معبدشون تمام نمیشه تا در واقع در زمان دو پادشاه دیگه، نه به خاطر کمک نکردن کوروش، به خاطر مخالفتایی که در محل در اورشلیم در واقع باهاشون انجام میشه، تا بعد در زمان اردشیر اول بود. اونجا مگه زیر سیطره خود کوروش نبود؟ پس چرا باید مخالفت خود یهودیان، مخالفت خود یهودیانی که با همشون که با هم توافق نداشتن برای ساختن معبد و غیره و اینها، اونا کمک نمیگیرن تا بعد در زمان دو پادشاه دیگه، یعنی بعدش بعد از کوروش داریوش هست و بعد از یعنی کمبوجیه بوده و داریوش بوده. خلاصه حدود 100 خورده سال طول میکشه تا بعد دوباره معبد ساخته میشه در زمان اردشیر اول که پسر خشایارشا باشه. این داستان امروز ما به پایان رسید. نه، این داستان امروز ما میخوایم بریم روی مبحث این که قوم‌های پخش شدن قوم‌های ایرانی توی چیز توی کل فعلا حداقل ایران امروز.